خداحافظی شهرام شاپره از آمریکا برای همیشه. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریشو. لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. شهرام شاپره یکی از بهترین و محبوب ترین خواننده های کشورمونه که مقیم لس آنجلسه، که متولد 17 بهمن 1326 از تهرانه. شهرام شاپره دیپلم خودش رو از دبیرستان خامنه‌ای پور گرفته که از سن 16 سالگی خوندن رو شروع کرده و حالا مقیم لس آنجلس هستش و پس از وین مرد اول موسیقی پاپ کشورمون هستش. شهرام بزرگ شده محله تهران نو هستش و در یک خانواده فرهنگی و موسیقی دوست رشد کرده و پدرش افسر ارتش و نوازنده سنتور بود. مادر شهرام خانم فروغ الزمان مدیر و معلم دبیرستان بود که تار هم می نواخت. برادر و خواهر شهرام همه موسیقی رو به صورت حرفه‌ای پیگیری کردند. شهبال شاپره خالق و حامی گروه بلک کتس و شهنام برادر دیگر شهرام که در تگزاس زندگی میکنه و گیتار رو به صورت حرفه‌ای میزنه. شهناز خواهر شهرام از کنسرواتوار معتبر موزیک وین اتریش در رشته پیانو فارغ التحصیل شده. شهرام در سال 1339 وقتی 13 سالش بود نواختن درام رو شروع کرد، تا اینکه از 16 سالگی کار رو به صورت حرفه‌ای با خوندن در هتل مجلل قو در شمال شروع کرد. سال 1343 وقتی که 17 سالش بود به همراه ابراهیم حامدی معروف به ابی در واقع از کشور خارج شد و جز اولین خواننده هایی بودند که به همراه ابی به آمریکا مهاجرت کردند و راه رو برای بسیاری از نوازنده ها و خوانندگان دیگه باز کردند. شهرام شاپره در مصاحبه خودش بارها به این نکته اشاره کرده و گفته وقتی که من از کشورم خارج شدم، وقتی رفتم آمریکا با 100 دلار بیشتر نرفتم، هیچ پولی نداشتم. یادم میاد تو آمریکا که بودیم، مدیر کابره تهران برامون یه اتاق توی یکی از موتل‌ها برامون اجاره کرد تا بریم حداقل شب و سرمون رو بذاریم و توی اون اتاق بخوابیم. هیچ پولی نداشتیم. راه‌های ارتباطی ما با ایران قطع شده بود چون دیگه اوایل انقلاب بود. اول فکر می‌کردیم در واقع این انقلاب موقت و خیلی زود می‌تونیم برگردیم به کشورمون، ولی خب اینطور نشد. با رفتن شاه تمام زندگی من هم رفت. واسه همین دیگه من نتونستم با خیلی از ترانه‌سراهایی که داخل کشور بودن ارتباط برقرار کنم، چون دیگه ایرانی‌ها رفت آمدشون به آمریکا کمتر شده بود و راه ارتباطی بین آمریکا و ایران وجود نداشت و ارتباطات در واقع قطع شده بود و من مجبور بودم که خودم ترانه‌سرایی کنم. واسه همین آلبوم دیار رو در واقع خودم ترانش رو گفتم و صرف تا صد کارهامو خودم انجام دادم و خب ایرانیان مقیم لس آنجلس هم ازم حمایت کردن و منو توی عروسی‌ها و مهمونی‌هاشون دعوت کردند. من زمانی که توی ایران بودم 3-4 شب توی مهمونی‌ها و عروسی‌های مختلف دعوت بودم و فقط یه شب می‌خوندم و درآمد خیلی خوبی داشتم و اون موقع یکی از آهنگام حسابی گل کرده بود. ولی خب وقتی اومدم توی آمریکا زندگی روی دیگرش رو به من نشون داد و من و ابی توی اینجا خیلی سختی کشیدیم. ولی خب سعی کردیم به همکارهای دیگمون، به خواننده های دیگه راه رو نشون بدیم و در واقع محیطی رو فراهم کردیم که خواننده های داخل کشور رو در واقع تو همون اوج انقلاب کشوندیمشون آمریکا. شهرام شاپره سالهاست با خانم نصرن ازدواج کرده که ثمره این زندگی تنها یک دختر به نام دنیاست. این زوج سالهاست در کنار هم با همدیگه خوش و خورم خوشبختانه زندگی میکنن. در کنسرت 11 فروردین 1396 در مالزی چند مهاجم ایرانی زمان اجرای شهرام شاپره با هجوم به او در روی صحنه باعث شکستگی سر و استخوان و در نهایت بستری شدن شهرام شدند. شهرام شاپره در مصاحبه‌ای که با سینا ولی‌الله داشته در مورد سیاوش قمیشی این چنین گفته: سیاوش قمیشی از نظر من یک کلاهبرداره و برای شعور و احساسات مردم اصلا ارزش قائل نیست و تنها به دنبال راهیه که درآمد بیشتری از قرارداداش به جیب بزنه.
سیاوش در کنسرتاش زنده نمیخونه و روی آهنگ‌ها لب میزنه. همچنین سیاوش انسان مادی و بی‌محبتی بوده که خیرش حتی به پسرش هم نرسیده. شهرام شاهپره چند روز پیش در آخرین کنسرت خودش در آمریکا از خداحافظیش با این کشور گفت و گفت من 60 ساله برای شما میخونم و حالا وقتش رسیده که در سال 2022 برای همیشه از آمریکا برم و با این کشور خداحافظی بکنم. در حدود یک ماه پیش هم شهرام در یکی از برنامه‌های ماهواره‌ای حضور داشت و از آخرین حضور خودش و کنسرتش در آمریکا گفت و گفتش که من هر چیزی دارم از آمریکا دارم، با 100 دلار اومدم به این کشور و حالا هزاران دلار از آمریکا تونستم پول و زندگی و کسب و کار داشته باشم. هر چی دارم از آمریکاست، ولی خب حالا وقتش رسیده که با این کشور خداحافظی کنم و برم پیش هموطنام، برم جایی که نزدیک کشورمه. من برای باقی زندگیم کشور ترکیه رو انتخاب میکنم و دوست دارم جایی زندگی بکنم که هنوز حال و هوای کشورمو داره. بسیاری از هموطنان من در حال حاضر توی ترکیه هستن و همونجا زندگی میکنن و من دوست دارم به عنوان یک ایرانی بقیه عمرم رو در کنار هموطنانم در ترکیه بگذرونم. البته شهرام شاهپره به این نکته اشاره کرد که به آمریکا هم رفت و آمد خواهد داشت، ولی خب از این به بعد بیشتر تایمش رو در ترکیه خواهد بود. جالبه بدونید که شهرام کاشانی در یکی از مصاحبه‌هاش به این نکته اشاره کرد و گفت من همسر دومم داشتم، البته با اجازه همسر اولم نسترن. من یکی از خوانندگان مشهور که جا داره از همینجا ازش کلی تعریف و تمجیدم بکنم، لیلا فروهر عزیز رو به عقد خودم درآوردم، چون اون برای مهاجرتش به آمریکا مشکل داشت و من خواستم از این طریق کمکش کنم و من در واقع لیلا رو عقد سوری کردم و از همین طریق لیلا رو آوردمش آمریکا و بعد از اینکه کارهای اقامت و مهاجرت لیلا درست شد، من و لیلا از هم جدا شدیم. لیلا خواهر خوب من هستش و نسترن تنها عشق زندگیمه. اما جالبه بدونید که در 23 آبان ماه 1394 شهرام شاهپره از طریق وکیل و همسر خود در ایران علیه چند نفر به اسامی یاشار و رها و آقای امیر شکایتی رو به دادگاه ارائه داد. شهرام در این خصوص گفت این دوستان 50 ساله من قرار بود در ازای 400 هزار دلاری که از من گرفتن دو آپارتمان در ترکیه برام بخرن، اما پول رو برداشتن و به ایران فرار کردن. تصور میکردن که من نمیتونم به ایران برم، به همین دلیل همسرم به ایران رفت و با حکم دادگاه اونها رو بازداشت کرد و یاشار الان در زندان هستش. دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیوی ما خوشتون اومده باشه. لطفاً برای حمایت از کانال حاشیه تیوی پلاس وارد یوتیوب بشید و نام کانال ما یعنی حاشیه تیوی پلاس رو سرچ کنید و وارد کانال ما بشید. زیر یکی از ویدیوهامون کامنت بذارید و در نهایت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و لطفاً اون زنگوله کناریش هم لطفاً روش کلیک کنید و فشار بدید و لطفاً لایک رو فراموش نکنید. با عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس جز اولین نفرها از دنیای هنرمندان باشید.